توی که عشق ورزیدن را و دوست داشتن را در وجود انسان به ودیعت نهاده ای اگر تو نمیخواستی که ما دوست داشته باشیم و دوست داشته شویم بی تردید گوهر و جوهر عاطفه را در دلهای ما تعبیه نمی کردی. اما ما آدمیان در مستاق اشتباه در انتخاب بیراه می رویم در جستجو ساده می اندیشیم. و در سلوک سهل می انگاریم و اتشی را که برای آب زلال آفریده شده است به آبی آلوده ارتفع می و آن اتش اتشی نیست که با این آبهای آلوده فرو نشیند و باز ما میمانیمو نیاز بسم الله الرحمن الرحیم امام صادق علیه السلام میفرمایند عاجزترین ترین مردم کسی است که بر دیگران دعا نمی کند و بخیل ترین مردم کسی است که با دیدن فردی به او سلام نمی کند به نام خداوند بخشنده و مهربان بینندگان سلام وقتتون بخیر و خدا رو شاکرم که در این ماه میهمانی اجازه داد با عنوان قصه خوبان مهمان شما خوبان درگاه الهی باشم و لحظاتی رو در شب های شما با هم بگذرانیم و سپری کنیم ممنون که بیننده این برنامه هستید و در این شبها با نگاه های زیباتون ما رو همراهی میفرماییم ماه مبارک رمضان اینقدر اهمیت داره و جایگاه ویژه‌ای بین مردم داره که از دو ماه قبلتر و شاید یعنی رجب و شعبان خودشون رو آماده میکنن تا در این ماه میهمانی با لباسی پاکیزه و متحر وارد بشن و سر سفره خان با کرامت خداوند متعال بنشینن اینقدر احترام داره که خداوند هم اتفاقهای خوبش رو در این ماه برای بندگانش رقم زده به عنوان مثال نزول قرآن کریم و دیگر کتب در ماه مبارک رمضان است امام صادق طی یک روایتی میفرماید قرآن کریم ابتداعا به به مسجد المعمور قرآن رو نازل کرد و بعدا در طی 20 سال بر پیامبر نازل شد در شب اول ماه رمضان صحف ابراهیم نازل شد در شیشم آن انج... تورات و در ماه رمضان انجیل حضرت عیسی نازل شده و خداوند به وسیله نزول این کتب آسمانی بشریت رو راهنمایی کرده پس با این عنوان می توان گفت ماه راهنمایی بشر برای رسیدن به خدا برای رسیدن به مقامات عالیه بندگی است مبارکتون باشه و حزش رو ببرید از اینکه امسال هم فرصت پیدا کردید مهمان ماه خاص خدا باشید شما تونستید سر سفرش بشینید و بهر ببرید خوش به حال اونی که روزه این ماه رو هم به بهترین نحو ممکن و به اتمش برآورده میکنه و اجرایی میکنه قربون احمدتون بریم برگردیم خدمتگزار شما هستیم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واكثر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك یا رحمان و خیلی خوش آمدید به برنامه قصه خوبان و این شام هشتم از ماه مبارک رمضانه که ما مهمان منازل شما خوبان هستیم در دعای امروز خواندیم که خدایا در این روز مهربانی به یتیمان و خوراندن تعام و افشا کردن سلام و همنشینی با خوبان را منت گذاشته و به من عطا بفرما ای پناه آرزومندان خب نکات متعددی رو در این دعا ما از خداوند متعال خواستاریم پیرامون سلام که داریم سعی میکنیم روایت هایی رو در مقدمه کلام تقدیم شما بکنیم و امیدوارم شما مردم که واقفید و تلاش میکنم که فرهنگ مثبتتری رو از این عمل پسندیده که بسیار شنیدید برای سلام کننده 69 سواب برای کسی که پاسخ میدهد یک سواب نوشته خواهد شد بلکه این فرهنگ جاری بشه که در و سیره آقا رسول الله هم هست در سلام کردن به یک دیگر پیشی بگیم اما مطلب بسیار مهمی که توی دور زمان خودمون خیلی بهش نیاز داریم و من هم از امشب میخوام ازش استفاده بکنم و پیرامونش صحبت بکنم بحث یتیم نوازی و دستگیری از نیازمندانه برای بحث یتیم نوازی که نکته مهم خدمت شما آرزم دعای هشتم از ماه مبارک رمضان بود روایات بسیار زیاده من هم حالا سعی میکنم به اندازه بزاعتم و تایم مختصر برنامه قصه خوبان خدمت شما باش امیر مومنان علی علیه السلام میفرماین از برترین نیکی ها نیکی به یتیم است امام سجاد باز میفرمایند از اخلاق مؤمن انفاق به اندازه توانایی مالی است که قطعا به یتیمان در درجه اولا میرسد در روایت داره که اگر شما با نیت خیر و برای رضایت خدا دست رو یتیمان بکشید به اندازه موهایی که از زیر دست شما رد میشود خدا به شما حسنه و پاداش خواهد داد خوش به حال اونهایی که در این ماه مبارک رمضان ماهی که خیر و برکت خداوند چند برابری است یتیم نوازی رو بیشتر کنند حواسشون به یتیمان هست و ان الله اون آقایی که یتیم نواز حقیقی است دست نوازشش روی سر همه ما کشیده بشه یه بخش رو ببینید برگردیم و حکایت اول رو تقدیم شما کنیم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيها رحمة الأيتام. لإطعام متاعهم، لإبشعهم و صحبت الکرام به طول که یا ملجه الامنی شب بود و امیر مؤمنان علی علیه السلام خسته به خانه بازگشتند قنبر نیز همراه امام بود از جلوی خانه گذشتند که از آن صدای گریه کودکان به گوش می رسید خانه متعلق به یکی از سربازانی بود که در جنگی در رکاب ایشان به شهادت رسید امام جلوی در خانه ایستاد و اهل خانه را صدا زد از اهل خانه اجازه ورود خواست وارد خانه شد و دید چند کودک میگریند و بیوه زنی داخل دیگی را آب کرده و روی آتش گذاشته است امام علت گریه را از کودکان پرسید زن گفت که کودکانش گرسنه‌اند و او چیزی در خانه ندارد تا به آنان بدهد به دیگ را پر از آب کرده و روی اجاق گذاشته است تا آنان را پندار تهیه کردن شام بخواباند امام بیدرنگ قنبر را فراخواند تا به سوی خزانه بیت المال برود و مقداری آزوغه بیاورد در میان راه هر چه اصرار کرد امام کیسه را به او بدهد حضرت نپذیرفتند نفس زنان آزوغه را به خانه زن رساند و با دست خود غذایی مطبوع برای کودکان درست کرد و به آنها داد وقتی کودکان غذا را خوردند و سیر شدند امام با آنها مشغول بازی شد امام چهار دست و پا روی زمین بودند و این یتیمان را بر دوش خود سوار کرده بودند امام با آنها مشغول بود حتی گاهی صدای چهارپایان را در آورد و آنان را می خنداند. مدتی با آنها بازی کرد تا خسته شدند و خوابشان سپس از جا برخواست و خداحافظی کرد و بیرون رفت در راه بازگشت قنبر از امام پرسید ای امیر مؤمنان امشب دو چیز از شما دیدم که دلیل یکی را میدانم ولی دلیل دیگری بر من روشن نیست امام فرمودند بپرس قنبر پرسید این که کیسه آزوقه را خودتان به دوش آوردید و اجازه ندادید تا من آن را بیاورم به امید رسیدن به ثواب و پاداش بیکران آن بود این را میدانم ولی اینکه آن گونه با کودکان بازی کردید و روی زمین آنطور راه رفتید بر من پوشیده است امام در پاسخ فرمودن وقتی به خانه آن بیوزن وارد شدم و دیدم کودکان او از گرسنگی گریه می کنند و قبار یتیمی را بر چهره آنان دیدم دوست داشتم وقتی از خانه آنان خارج می شوند آن یتیمان هم سیر شده باشند و هم بخندند تا اندکی اندوه یتیمی را از یاد ببرند سرزنش نسبت به گناهی است که انسان قبلا مرتکب شده یا العیاذ بالله اعتیاد به کار قبیحی که هم قبلا و هم فعلا به آن مبتلاست یا سرزنش بر عیوب دیگر انسان مثلا یکی لکنت در زبان داره یکی تکیه کلام خاصی داره سرزنش نسبت به اینها رو میگن تغییر گاهی عیوب اطرافیان انسان مثلا العیاز و بالله خواهر یه نفر بی حجابه انسان در جمع بگه تو اگه عرزه داشتی خواهرت اینطور نبود و دیگری شماتت بر مصیبت ها اینها هم نوعی تغییر هست که وقتی دیدیم کسی به بلایی مبتلا شده است چه بلاهای بدنی چه داغ دیدن ها یه نفر بچهش تو کوچه بازی میکرده ماشین بهش زده ما بگیم اگه تو عرضه بچه داری داشتیم اینجور نمیشد یا تو چه کردی که خدا زد پس کله تو بلاها ممکن است البلاء للبلاء باشد برای اوج انسان ترقی کمالات و معنویات انسان گاهی هم بله الهی لا تو به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک گاهی هم چوب عقوبت خداست ولی یه مؤمنی الان مبتلا شده به گناهی به عیوبی به عیوب در اطرافیان به مصیبتی اینها رو ما تعییر کنیم سرزنش کنیم در شرع ممنوع است بلکه چوب دنیوی دارد از وسایای حضرت خضر سلام الله علی خضر به موسی ابن امران این هست که یابن امران لا تعیرن نه احدن به خطیعته و که علا خطیعتک کار اشتباهی که دیگران کردن سرزنش نکن بر اشتباهات خودت اشک بریز و عذر گناه نزد خدا بیاور در روایات پیامبر خدا دو جور تعییر بر گناه رو ذکر کردن من عیر اخاه و به ذنب لم یمت حتی یعمله بر گناهی برادر خودش رو سرزنش کند نمی میرد تا اینکه خودش هم آن گناه رو مرتکب می شود العیاذ بالله به ذنب هر گناهی که باشه ولو طرف توبه نکرده شما حق سرزنش ندارید برادر مؤمنتون را نوع دوم حدیث اینگونه وارد شده من ایر اخاه و به ذنب قطاب من گناهی که از آن توبه کرده است نسبت به آن گناه انسان رو سرزنش کنند ایلم یمت حتی عمله نمی میرد جز اینکه خودش به این گناه مبتلا می شود و مرتکب می شود قبلا تو نوجوانیش تو جوانیش طرف مثلا بددهنی میکرده است حالا که بددهنی نمیکنه بعد پنجاه سال حالا به رو بیارن پیش بچهش الان آقایون رفقای دوران حجره ما هستن بیان مثلا پیش بچه من بگن ای بابای شما در سنین 17 سالگی 18 سالگی فلان عیب را داشت من عیر اخاه و به زنبن قد تاب من گناهی که دیگه این شخص الان مرتکب نمیشه قبلا مرتکب میشده است این لم یمت حتی یعمله باز من عیر شیعن بلی بهی حالا شیع ممکنه همین گناه و خطاهای دیگران باشه گاهی یه قضاست که دوست نداری تو چطور بادم جون میخوری؟ بدم میاد تو عمرم نخوردم یه روز دوای انسان بادم جون خوردن میشه من عیر شیئا ولی بهیم و دیگری در مصیبت حالا لا تظهر شما تل اخیج الله و یبتلیج شماتت نسبت به مصیبت های مردم نکن اگه عزیزی از دست دادن اگر پاشون شکسته اگر مشکلی پیدا کردن به مریضی گرفتار شدن لکنت زبان پیدا کردن شماتت نکن اگه شماتت کنید یرحمه الله خدا به او رحم می کند یا او رو مورد رحمت خودش قرار می دهد، اما شما رو به همین درد مبتلا می کند بند خداییم به دوستش میگفت چرا چنین کردی چرا چنان کردی چیزایی داشت میگفت گفت نمیترسی خدا یه بچه مثل من بهت بده بله گاهی همینجور میشه باز فرمودن اگر که یک نفر شما رو تغییر کرد شما تغییر نکنید یعنی در اینجا قصاص نیست ان عیرک اخوک المسلم به ما یعلم و فیک اگر به عیبی که در تو هست تو را سرزنش کرد فلا تو عیره به ما تعلم و شما او رو سرزنش نکن به عیبی که میدونی در او هست یکون لکه اجرا و علیه اسم که شما صبر میکنی بر این تعییر بر شما اجر و پاداش هست و اون کسی که به شما تعییر کرده است بر او وزر و گناه هست از جمله در روایات وارد شده انبیاء الهی صبر بر همه چیز دارند ان الانبیاء لا یصبرون علی التعییر اینکه کسی زخم زبان بزند سرزنش کند اونا هم تحمل ندارند وقت درباره حضرت ایوب علی نبی ناوحالهی و علیه السلام که ان الله تبارک و تعالی ابتلا ایوب علیه السلام بلا ذنب چون که گناهی که نداشت خدا این ابتلاعات رو به ایشان عطا کرده بود همان گونه که مصائبی که بر حضرت صدیق سلام الله علیها بوده مظلومیت هایی که برای امیر المؤمنین علیه السلام بوده اینا که گناه نداشتن اون وقت حضرت صبر کرد وجدناه صابرا نعم العبد ایوب بر همه مصیبت ها صبر کرد حتی عیره تا اینکه تعییر شد یعنی بعضی ها گفتن اینطور که جلو ما ظاهر سازی میکنی خدا میداند که تو چه گناه های پنهانی داری که چوب گناه خورده ای داغ اولاد و برشکستگی اقتصادی و بیماری های بدنی و همه بلاها به سر تو ریخته است حضرت ایوب دلش شکست این دعا از اینجا شروع شد که برگشت تمام نعمتها ها به حضرت ایوب سیره و روش همه اولیا و انبیاء الهی در نگهبانی و حراست و التفات نسبت به یتیمان و دستگیری از بی بزاعتان و بینوایان بوده است امیدوارم تمرینی باشه و تلنگری باشه و عبرتی باشه این یک حکایت و فضیلتی که از امیر مؤمنان برای شما خواندم و اما حکایت دوم مردی داشت گوسفندی را از کامیون پایین می آورد تا آن را برای روز اید قربانی کند گوسفند از دست مرد جدا شد و فرار کرد مرد شروع کرد به دنبال کردن گوسفند تا اینکه گوسفند وارد خانه یتیمان فقیری شد که عادت مادرشان بر این بود که در کنار در ایستاد تا برای ایشان ای بیاورد و او هم بردارد همسایگان نیز به این عادت و حالت عادت کرده بودند هنگامی که گوسفند وارد حیات خانه شد مادر یتیمان بیرون آمد و مردی را که در کنار در ایستاده بود دید همسایهشان بود ابو محمد صدا زد ابو محمد خداوند صدقت را قبول کند و خیال کرد که مرد گوسفند را به عنوان صدقه برای یتیمان آورده مرد هم نتوانست چیزی بگوید جز اینکه گفت خدا قبول کند ای خواهرم مرا به خاطر کمکاری ها و کوتاهی در حق یتیمانت ببخش بعدا هم مرد رو به آسمان کرد و گفت خدایا قبول کن روز بعد مرد بیرون رفت تا گوسفند دیگری بخرد و آن را قربانی کند کامیونی پر از گوسفند دید که ایستاده گوسفندی چاق و چله تر از گوسفند قبلی را انتخاب کرد فروشنده گفت این را بگیر و با هم در این مورد نزاع نکنیم مرد خریدار گوسفند را به وسیله نقلیه خود برد و برگشت تا پول آن را حساب کند فروشنده گفت این گوسفند مجانی است و دلیلش همین است که امسال خداوند بچه گوسفندان زیادی به من ارزانی نموده و من هم نظر کردم که اگر امسال گوسفندان زیادی داشته باشم به اولین مشتری که از من گوسفند بخرد یک گوسفند هدیه بدهم پس این هم نصیب تو شد آری تو کار خودتو بکن خدا هم حواسش به تو هست تو نیکی میکن در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيع يشاكل ولا ظهير يعاضده فغر بعزته الا عزها وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين انادي ويستر علي كل عورة وانا ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وباجة مونقة قد أراني و علی و مسبحه امیدوارم تا اینجای مطلب و حکایت هایی که تقدیم شما کردم رضایت قلبی شما رو جلب کرده و مثل هر شب عبرتی و درسی رو فرا گرفته باشید اجازه بدید حکایت سوم رو با یک تصویر ظاهری متفاوت تری تقدیم شما بکنم هنگامی که خبر شهادت حضرت مسلم رو به سید و, و علیه السلام دادند حضرت دختر جناب مسلم ابن عقیل علیه السلام رو فراخواند و بسیار به او التفات کرد دختری سیزده ساله بود که همیشه با دختران سید و شهده علیه السلام مصاحبت میکرد و با آنها میزیست وقتی آن دختر خدمت حضرت رسید او را نوازش فرمود نسبت به او مهربانی اضافه تری داشت که معمولا این کار را نمیکرد. دختر مسلم به فراست دریافت که ممکن است اتفاقی پیش آمده باشد از این رو گفت یبن رسول الله با من ملاتفت یتیمان و کسانی که پدر ندارند میکنی مگر پدرم شهید شده است ابو عبدالله الحسین علیه السلام نیروی مقاومت از دست داد و در غم مسلم ابن عقیل گریست و رو به دخترک مسلم کرد و گفت عزیز دل من نگران مباش اگر چه پدرت مسلم ابن عقیل که سلام و درود خدا بر او باد به شهادت رسیده است من پدروار از تو محافظت و مواظبت خواهم کرد خواهرم مادر توست و دختران و پسرانم برادران و خواهران تو هم. دختر مسلم از ته دل شروع به گریه کرد و های های گریست پسران مسلم سر را برهنه کردند و به زاری پرداختند اهل بیت علیه السلام در این مصیبت با آنها موافقت نمودند و به سوگواری مشغول شدند سید و شهدا علیه السلام از شهادت جناب مسلم بن عقیل بسیار اندوهناک و غمگین شدند سلام و درود خدا بر سید و سالار شهیدان و یاران باوفایش تموم افتخارم یه نگاهی کن به کسی که یا جست نداره یه نگاهی کن به کسی که یا جست نداره بی از حرم منو کرده بیچاره دوری از حرم حرم فقط ای سر و سامونم دو کرده بیمونم هر نفت جان عالمی مریونم تیره دینه خونه ای حسن جان تیره دینه خونه ای حسن جان 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 سلام و درود خدا هم بر شما و هم بر تمام کسانی که بر سیره اهل بیت زندگی میکنند قدم بر می و سعی میکنند با استفاده از رهنمودهای اهل بیت حال دل خودشون و حال جامعهشون رو خوش کنند ممنونم که تا این لحظه بیننده برنامه قصه خوبان بودید و شما هم خوبان درگاهید از آنجا که میهمان خاصه زیافت اللهید تا یک درود و سلام دیگه و قصه دیگر حق نگهدارتون باشه